کوچیک باشه باز کنیم، بازم برای ما غنیمته. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. قصه زندگی ما رو شروع میکنیم. امروز هم یکی از اون روزاییه که صدای قشنگ شما عزیزا رو بشنویم، یه خورده دلمون جلا بگیره و به قول معروف محبتتون شامل حال ما بشه. در هفته پیش بازم از یکی یکی شما عزیزان ممنونم به خاطر همه چی، همه محبت هایی که به بنده و این برنامه و عزیزانی که دستن در کار این برنامه هستن و این تلویزیون هستن، ممنونم ازتون. در هفته پیش خیلی محبت کردیم به بنده و مانی و خانواده مانی، پدرش، مادرش. بسیار بسیار از همه شما عزیزان ممنونم. تعداد زیادی قدم روی چشم بنده و همه خانواده بنده گذاشتن، تشریف آوردن موقعی که میخواستیم لیلی رو به خاک بسپاریم در روز سه‌شنبه. با وسط روز، وسط هفته، با وجود این تعداد زیادی از شما عزیزان گفتم انقدر محبت کردین و انقدر تسکین درد این خانواده شدین، مخصوصا فرهاد و مهرنوش پدر مادر لیلی. مانی هم که خب من تا اونجایی که بتونم سعی میکنم با خودم بیارمش این ور اون ور که یه مقداری کمتر بتونه فکر بکنم. قبل از این که من چند تا به اصطلاح یه مقداری از اون برنامه من بگم، میخواستم تشکر کنم از تمام عزیزان. حالا اگر من بخوام بگم یکی یکی خیلی خیلی زیاد میشه. ممنونم از تلویزیون ایران آقای شبخیز به خاطر محبتش، مجله تهران آقای شعبدین نوری، عصر امروز آقای هوشیار نژاد، جناب پهلوان و خانواده محترمشون، خانواده محترم ویگن، جناب آقای فرنگ حمید، سرکار خانم منفرد، جناب آقای اردوان مفید، آقای منوچهر سخاهی، امیر رسایی، آقای شمیرانی، آقای فریدون میرفخرایی، آقای محمود قربانی، مدی عزیزم، سرکار خانم رکسانا گنجی، سرکار خانم عبدی، خانم یاشار، جناب دکتر، جناب آقای حکیم، تمام عزیزانی که محبت کردن و اون روز محبت کردن و به قول معروف تشریف آوردن. یک قسمتی اگر علیرضا عزیزم، این 3-4 دقیقه بیشتر نیست، مانی عزیزم، آقای مانی ادیت کرده، 3-4 دقیقه گوش میکنیم، برمیگردیم در خدمتون هستیم. ممنون، قربونتون برم که تشریف آوردین. اصلا قرار نبود من حرف بزنم، دو کلمه با هم صحبت میکنیم، بعد خواهش میکنم از شهر خواهر بزرگ که بیاد صبح. همه جمع شدیم اینجا به خاطر یونی 38 دختر فرهاد ترک‌زاده برادر بزرگی هم رفتن خیلی سخت، مخصوصا اگر اونطور مخبر نمیدونم هرچی میتونم بکنم یه چیزی بگم که اینو برسونم که چرا سخته چیزی به فکرم نمیرسه میدست برای قربون همین دوتون دارم اومدون اونجا که با لیلی خداحافظی کنیم و براش دعا کنیم که روحش شاد باشه. بازم عزیزتون ممنونم، قربون همگیتون از طرف فرهاد، مهرنوش، مانی، از همه تون و همه خانم تشکر میکنیم که قدم تون روی چشمان بکنیم. اما به خاطر اینکه خواهر عزیزم از دست دادم بشه گفتم نمیشه که حرفی نزنم. لیلی یکی از شاید مهربون ترین کسانی بود که من باش واقعا از بچگی بزرگ شدم و
یک بار به غیر از لبخند در چهره اون چیز دیگه ندیده بودم. اما الان میدونم چه ندارم که جای بهتریه، میدونم جای بهتریه، و اگر که این فکر رو نکرده بودم الان از ناراحتی اینجا من، چون میدونم ما به رسم ایرانی به اون نیرو و اعتقادی که هزاران سال داشتیم، ما اینا رو میسپاریم به جاودانگی، به ما اینطوری خداحافظی میکنیم از رفتگان، چون اینا همیشه روانشون با ما، اون روحشون با ما هست. نمیدونم، فقط ممنونم از همه تلویزیون های بیرون از کشور که محبت کردن، از همه برنامه گذاران، از همه مبارزین سرتاسر آمریکا و هر جای دیگه در دنیا که محبت کردن و واقعا به من و خانواده من لطف کردن و ما رو فراموش نکردن و هر لحظه که تونستن اسم خواهرم رو در تلویزیونشون آوردن، ما فراموش نمی کنیم. در آینده هم این در دل من هست و خانواده من. با اجازتون به انگلیسی حرف میزنم برای دوستای لیلی که خیلی اونا هم واقعا در طول اون 10 روزی یا 11 روز، مطمئن نیستم دقیقا، که در بیمارستان بود شب و روز با مادرم بودن و همراه خانواده، اول خانواده و خب عزیزان. مانی الان اینجا نشسته و میخواد دو کلمه با تون صحبت کنه، ازتون تشکر کنه به خاطر همه محبت هایی که در این چند وقت نشون دادین که چقدر مانی رو دوست داری. مانی عزیزم، سپاسگزارم از شما عمو فرخ عزیز. اول از همه خیلی دلم میخواست از طرف مادر و پدرم و خودم به شما و خاله و رضا و کوروش برای اینکه با ما بودید و یک لحظه ما رو تنها نذاشتین تشکر واقعا از ته دل بکنم. همون فراخ که این همه کار که برای من، دیگه نمیدونم چی بگم، فقط اول از همه این. و میخواستم از همه عزیزان تشکر کنم، از همه تلویزیونا، از همه ایرانیانی که اونجا بودن، از همه دوستای خانوادگیمون، از همه فامیل ها که یک لحظه ما رو تنها نذاشتن، و از خیلی ها، از همه ایرانیا و از بزرگواری که به من زنگ زدن و از دل من در آوردن و روشن کردن. و دیگه فقط میتونم بگم که همین واقعا این ایمیل هایی که از طریق این برنامه، این پشت خط از برنامه شما عمو فرخ، این محبتی که ایرانیایی که حتی شاید همدیگر رو ندیدیم که شما برام مرتب دارین ایمیل ها رو میفرستین. من در عرض این 2 هفته بیشتر از 7000 تا ایمیل گرفتم که به خاطر این اتفاقی، این نمیدونم چی بگم، این حادثه وحشتناکی که برای خانواده ما پیش اومد، زنگ برای من ایمیل کردن. و چقدر برای مانی